اردوان همزمان با اعتراض و اعتصاب بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران و همینطور خانواده‌های دادخواه، می‌دونم که ایرانیان خارج از کشور هم در برخی از کشورها تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. در نیویورک حالا هوا چطوره؟ اگرچه فرض رو بر این باید بگذاریم که پزشکیان داره سعی میکنه از ادبیات متفاوتتری نسبت به سلف خودش یعنی رئیسی استفاده بکنه، ادبیاتی که جملاتی مثل صلح، درخواست برای نزدیکی جریانهای مختلف، باز بودن راه برای ایرانیان و چیزای از این دست رو داره تاکید میکنه. اما واقعیت اینه که به هر حال در سیاست جمهوری اسلامی چیزی عوض نشده و معترضین هنوزم بر این باور هستن که چیزی تغییر نکرده. یعنی آنچه که جمهوری اسلامی و پزشکیان در واقع داره تصویر رو میخواد ارائه بده کاملا تصویری است که هیچ ضمانت اجرایی براش وجود نه تنها وجود نداره بلکه اصلا واقعی نیستش. به همین دلیل از اولین روزهایی که نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شده، معترضین از مناطق مختلف به نیویورک آمدن و در واقع اعتراضات خودشون رو به اشکال مختلف در تجمع‌های خیابانی نزدیک به مجمع، محل هتل و محل استقرار تیم پزشکیان که البته گفته شد 12 نفر، اما علی اصغر شفیان از نزدیکان رسانه‌ای به خود مسعود پزشکیان گفته که حدود 80 تا 90 نفر همراه این تیم بودن، ولی به هر حال مردم در اینجا نگران این هستن که به رغم آنچه که پزشکیان میگه سیاست‌های نظام سرکوبگرانه‌تر و رفتار خشن‌تری داشته باشه و در نهایت با ناامنی که در منطقه ایجاد میکنه منافع مردم ایران که تا کنون دیده نشده باز هم دیده نشه. این معترضین که اینجا میبینید الان گروهی هستن که از واشنگتن دی سی آمدن اینجا، گروه NSG ایران برگزار کننده برنامه‌های اعتراضی واشنگتن دی سی، برگزار کننده این نشست، در واقع این برنامه اعتراضی در نیویورک هم هستش. پیش از اون هم همونجوری که اشاره کردم سازمان جوامع ایرانی آمریکایی هم در اون طرف برنامه اعتراضی رو برگزار کردن. اما من خواهش کردم یکی از معترضین همراه من باشه، چون ازتون بپرسم امروز برای چی آمدید اینجا؟ همه میدونیم که ولی فقیه در ایران تمام اختیارات رو داره، اما رئیس جمهورش رو اینجا میفرسته که بگه همه چی در ایران عادیه و به مردم جهان و دولت‌ها بگه که هیچ جنایتی در ایران رخ نمیده. ما اینجا هستیم، امروز از دی‌سی اومدیم که بگیم نه تنها هیچ چیز در ایران عادی نیست، بلکه به خصوص از سال 2020 و 2022 با جنایت‌هایی که شدت پیدا کرده و تا زمان دادخواهی برای بچه‌هایی که عکسشون روی این پلاکارد‌ها می‌بینین و جونشون از دست دادن و خانواده‌های اونها، ما ساکت نمی‌نشینیم. ممنونم. میتونم ازتون بپرسم فکر می‌کنید واقعا موثره یه همچین حضوری؟ قطعا همونجا که می‌بینین حتی کشورهای دیگه هم اینجا هستن تا صدای معترضشون رو اعتراضشون رو برپا بکنن. اینجا کشور آزاد، خوشبختانه اون محدودیت‌هایی که مردم ایران باهاش تر و کار دارن وجود نداره. اونها نمیتونن گاهی اوقات صدای خودشون رو برسونن به جهانی، ما وظیفه داریم اینجا باشیم و صدایی باشیم و قطعا همونطور که خود شما دارین گزارش می‌گیرین گزارشگران بین‌المللی هم هستن که پوشش میدن و این بسیار مهم هستش. ممنونم. در واقع تجمعات اعتراضی که در مقابل سازمان ملل با حضور هیئت ایرانی داره برگزار میشه با هدف اینکه جامعه جهانی رو به اتفاقی که در ایران داره میفته جلب بکنه، خب هر روز داره میان میرن و نشون میدن تصاویر رو، کشته شدگان رو، اعدام ها رو و اعتراضات اونها خیلی از افراد رو داره جلب میکنه به این اتفاقی که در ایران داره میفته. ممنونم از تو اردوان.